خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام عرض می‌کنم. امروز در حالی داریم 65 روز اعتصاب غذای مجاهدین اشرف رو خدمتتون گزارش می‌کنیم که موضوع گروگان‌های اشرف ابعاد جدیدی به خودش گرفته. همونطور که مطلع هستین در روز پنجشنبه 9 مهر ماه 36 گروگان اشرفی با دست و پای بسته و با ضرب و شتم از زندان خالف به بغداد و مکان نامعلومی منتقل شدند. طبعا اون چیزی که مشخصه اینه که هم اون 36 گروگان و هم مجاهدینی که در اینجا دست به اعتصاب غذا زدند و همچنین یارانشون در سر تا سر دنیا ذره ای از حقوق حقی خودشون کوتاه نخواهند اومد و تا آخرین لحظه به مقاومت، ایستادگی و پایداری خودشون برای محقق شدن خواسته هاشون ادامه خواهند داد. امروز در جمع همین پایداران و همین مقاومین هستیم. خوبه که با ما همراه باشید و ادامه صحبت رو از خودشون بشنوید. گروگان‌های قهرمان علارغم اینکه در 66 روز اعتصاب غذای خود هستند، اون هم در شرایط بسیار نامناسب زندان، این انتقال اجباری تن ندادند. اما مزدوران عراقی رژیم در یک جنایت رذیلانه به تنهای مجروحان وحشیانه حمله کردند، در حالی که تعدادی از اونها در حالت اغما و بیهوشی بودند، دستبند زدند و در کف خود راه انداخته و به نقطه نامعلومی بردند. آیا این دولت قانون است که شما وعده اون را داده اید؟ آیا اجرای فرامین شوم خمینی است یا دولت قانون؟ شرم نمی کنید که از استقلال قوه قضایی دم می زنید؟ این توهین آشکار به حق شهروندان و بشریت است. این خوشخدمتی به رژیم ایران است. چرا علارغم این که سه بار قاضی خالص حکم منع تعقیب اون را صادر کرد و دادستان کل عراق هم اون را تایید کرد و رسما عملا و علنا اعلام کرد، شما مانع میشید؟ چرا میخواهید باهای خوشخدمتی خودتون را در رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران از جیب مجاهدین و با خون مجاهدین بپردازید؟